به باور رئیس پیشین امنیتی ملی، باید پیش از امضای مخفیانه توافقنامه تبادل همکاری‌های استخباراتی، افغان‌ها در میان گذاشته می‌شدند و پاکستان باید مجبور به منزوی ساختن طالبان می‌گردید. او که امضای این تفاهم‌نامه را گزینه‌ای برای تأمین ثبات در افغانستان نمی‌داند، معتقد است که پاکستان منبع ثابت شده توریسم و افرادگرایی در منطقه است. حالا بسیار دیر شده است. جامعه این تفاهم‌نامه را به عنوان یک گناه و میهن فروشی، توافق غیر ضروری و یک معامله یک طرفه می‌بیند. رئیس جمهور با امضای این تفاهم‌نامه واقعاً ما را نیمه گناه معرفی کرده، زیرا امضای آن یک اشتباه جبران ناپذیر است. از دید آقای صالح، امضای سند همکاری‌های استخباراتی با کشوری که هم کابل و هم گروه طالبان را به رسمیت می‌شناسد، گناه بزرگ است و پاکستان برای دوست شدن با افغان‌ها باید پیوندش را با گروه طالبان قطع کرده و صادقانه برای صلح گام بردارد. اگر امتیاز زیادتر به پاکستان داده شده بود و افغانستان یک بار دیگر قربانی امیال پاکستان شده و باید بلافاصله لغو شده و اعلان شده سر به حکومت و اگرای دیگه پیدا شده، نباید حکومت افغانستان بگذاره که جنگ بین هند و پاکستان به صورت نیابتی در افغانستان صورت بگیره. هرچند رئیس پیشین امنیت ملی به این باور است که شورای امنیت ملی بیشترین مشوره ها را از سربازان بریتانیوی می گیرد، شمار اعضای مجلس نیز نگران مشروعیت بخشیدن این تفاهم نامه از سوی بریتانیا با فشار آوردن بر قانونگذاران افغانند. کچیری در افغانستان حکومت هر تومر جر دا کرداد لغو نکی، در افغانستان پارلمان او در افغانستان ملت به مقابل که دریجی دا اوس بعضی داسی اشاره استه چی د انگلستان یو شمیر غړي کړی د افغانستان په پارلمان کې غواړي چې سرمایه گذاری وکړي در سو دا موضوع د پارلمان د لارې څخه مرته مشروعیت ورکړي. اما معاون دوم رئیس جمهور غنی تفاهم‌نامه تبادل همکاری های استخباراتی میان کابل و اسلام آباد را نهایی و امضا شده ندانسته تاکید دارد که هیچ توافقنامه یک جانبه نتیجه نخواهد داشت. تفاهم‌نامه بسیار واضحه که او به مشکل ابتدایی و اولیه خود مطرح شده و هنوز به هیچ مرحله نرسیده که بتونیم بگیم که امضا شده یا نهایی شده باشه. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین نیز امضای این توافقنامه را شرم‌آور خوانده و آن را تهدید برای منافع ملی کشور عنوان می‌کند. آقای کرزی همچنان گفته است که در زمان حکومتش تحت فشارهای قرار داشت که چنین سند را امضا کند، اما او زیر بار این فشارها نرفت.